نی من منم، نی تو توی، نی تو منی، هم من منم، هم تو توی، هم تو منی. آدمی و خدا یک رابطه عاشق و معشوقی در هم ادغام شده است و به یک نوعی وحدت و یکی بودن آدمی و خدا رو میرسونه. وقتی راجع به آدمی و خدا صحبت میکنیم، مثل اینکه راجع به قطره و دریا صحبت بکنیم. ما به عنوان یک جزئی از هوشیاری تنها میتونیم به اندازه ظرفیتی که در وجود خودمون ایجاد میکنیم از این هوشیاری کل دریافت کنیم و از این عشق بهره مند بشیم. در واقع ما قطره‌ای هستیم که از دریا جداییم. وقتی که به دریا بپیوندیم، ما هم دریا میشیم و بی انتها. به عبارت دیگه، اشتراک بین آدمی و خدا ذات مطلق خداست که همانا عشق، وحدت و یک پارچگی است و میزان اون هم به فضای گشوده شده درون ما و میزان تسلیم ما بستگی داره. صفات الهی در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده. قرار نیستش که ما به چیزی برسیم یا کاری بکنیم بابتش. آدمی امتداد خداوند هستش، ولی غافل شدن از این حقیقت و جستجوی خدا در بیرون آدمی و به صورت جدا هستش که ما رو به ورطه انحراف میندازه و اون موقع است که در معرض انواع وابستگی ها قرار میگیریم و این خودش موجب جدایی از اون منبع و هوشیاری کل میشه و همه چیز رو اون موقع جدا جدا میبینیم و از وحدت خارج میشیم. وقتی که خودمون رو جسم میبینیم، اون موقع هستش که دیگران رو از خودمون جدا میبینیم، در حالی که این فقط در سطحه و ما در عمق هممون یکی هستیم. ما گوی سرگردان تو، اندر خم چوگان تو، گه خانیش سوی طرب، گه رانیش سوی بلا، گه جانب خوابش کشی، گه سوی اسبابش کشی، گه جانب شهر بقا، گه جانب دشت فنا، گه عاشق این پنج و شش، گه طالب جانهای خش، این سوش کش آن سوش کش، چون اشتری گم کرده جا. ما مثل یک گوی سرگردان هستیم و در خم چوگان اراده الهی به این سو و اون سو میریم. اینجا ما رو به بازی چوگان میبره که اگر دیده باشیم، یه چوگان باز این توپو به هر طرفی هدایت میکنه و ما توی این سرگردانی این طرف اون طرف رفتن، گاهی شاد میشیم، گاهی سوی سختی ها میریم و باعث اندوهمون میشه. گاهی ما رو به خواب غفلت میبره که همون خواب ذهنه و گاهی ما رو سرگرم علل و اسباب ظاهری میکنه که بعد این باعث میشه که اصلا از مسبب این اسباب هم غافل بشیم. گاهی ما رو سمت شهر بقای حقیقی میبره که همون فضای یکتاییه، ولی گاهی ما رو به سوی بیابون ذهن که همون برهوت هستی های توهمیه که تو ذهن برای خودمون ساختیم اونجا میبره. در اینجا به پنج و شش اشاره میکنه که این پنج و شش همون پنج حس ما و شش جهت دنیای فرمه که گاهی ما مجذوب این دنیای مادی هستیم و گاهی جان خوش طلب میکنیم. این جان خوش ما با گشودن فضا به میزان ظرفیت باز شده درونمون بستگی داره. هرچی گشوده تر میشه، جانهای خوش دیگری هم به وجود میاد. ما در واقع مثل یه شتری هستیم که جا و راهش رو گم کرده و نمیدونه که کجا باید بره و هر لحظه به یه سمت و سوی کشیده میشه تا بالاخره جای خودش رو که همون فضای یکتایی پیدا بکنه. این سه بیت به صراحت و شیوایی بازی خداوند با ما رو بیان میکنه. سید منی شکار من، گرچه زدام جسته ای،
جانب دام باز رو، ور نروی برانمت. گوی منی و می دوی در چوگان حکم من، در پی تو همی دوم گرچه که می دوانمت. خداوند به انسان میگه که تو امتداد منی، تو باید شکار من بشی. اگرچه که از دام من بیرون اومدی که همون دام عشقه، اگر که ما تسلیم به این لحظه باشیم و فضا رو باز کنیم که عشق بتونه اون قلابش رو به گردن ما بندازه، میتونه ما رو شکار بکنه. میگه تو دوباره به دام عشق من بیفت که اگر بر نگردی با فشار تسلیمت میکنم. یا همون ریب المنون برای ما اتفاق میفته که اتفاقات بد هست، اتفاقات ناگواره، پس بهتره قبل از فشارهای بیشتر و اتفاقات بد خودمون آگاهانه تسلیم بشیم و از این لحظه به بعد جای شکارچی بودن بخوایم که شکار خودش باشیم. خداوند میگه تو مثل توپ من هستی و من با چوگان قضا و قدر تو رو میزنم و میدوانمت. اگر چه که تو رو میدوانم، ولی ما با هم حرکت میکنیم و من همیشه پشتت هستم، یعنی قدرت زندگی همیشه پشت ماست. تصور بکنید یه مادر و پدری که بچه‌ای رو که تازه میخواد راه بیفته رو دارن هدایتش میکنن، همیشه مواظبش هستن، ممکنه که دستشون هم از دستش رها بکنن، ولی همه جوره حواسشون بهش هست. خداوندم در همه شرایط پشت ما هستش و ما رو هدایت میکنه. از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت. جهت در اینجا یعنی فکر ذهنی انسان که با اون به نوعی همهویت شده. اگه ما جهت داریم معلومه که با باورهامون همهویتیم. اینجا لازمه که راجع به کلمه همهویت شدگی یه مقدار صحبت بکنیم. ما خودمونو با هویتامون معرفی میکنیم، مثل نقشای مادری، قومیتمون، ملیتمون، بدنمون، و به اینها به نوعی یه نوع چسبندگی داریم. اگر که به هر کدوم از این نقشامون ایرادی وارد بشه، ما ناراحت میشیم و برخورد و واکنش داریم. میگه به هر جهت فکری که تو رفتی به تو درد داده تا دوباره تو رو بکشه از جهت به اون بی جهتی، یعنی به اون هوشیاری اولیه، به اون خداییتی که جهت نداشته. انسان در حالی که فکر میکنه به یک هوشیاری بی جهت بی سو هم میتونه زنده بشه، و اون چیه؟ اون خود زندگیه که خود اصلی ماست، که از اول همون بودیم. زندگی به همه همهویتی هایی که ما ساختیم حمله میکنه تا ما رو باز کردونه به اون هویت اصلیمون که همون نور پاک خداوندیست. علم ما داده او و ره ما جاده او، گرمی ما دم گرمش نز خورشید حمل. دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر، کار او کن فیکون است نموقوف علل. آگاهی رو ما در هر لحظه از او میگیریم و راه ما توسط او در هر لحظه جلوی ما باز میشه. همه اینا هنگامی رخ میده که ما مقاومت و قضاوت رو در برابر اتفاقات رخ داده کنار میگذاریم و در هر لحظه با دمیده شدن خرد و شادی و آرامش الهی به وجودمون گرم میشیم. پس گرمای ما از داغی خورشید آسمان نیست. دم او که همان خداوند یا هوشیاری هست در این لحظه به جان ما دمیده میشه. میگه که این رو از آیه نفختو بپذیر که خداوند میفرماید من از روح خودم در تو دمیدم، و کار او کن فیکونه، یعنی میگه باش پس میشود و به علتهای بیرونی بستگی نداره. ما فقط باید قائم بر بودن خودمون در این لحظه باشیم.
این بودن ما رو سببهای خارجی تعیین نمی کنه. ترس و نومیدیت دان آواز قول می کشد گوش تو تا قعر سفول. فکر تو نقش است و فکر اوست جان، نقد تو قلب است و نقد اوست کان. ترس و نومیدی ندای شیطان است که در اینجا آواز قول همون نماد ذهنه که در جان تو زمزمه میکنه تا تو رو تا قعر ناامیدی پیش ببره. سرمنشه این ترس که مولانا اشاره میکنه ناشی از دور افتادن از سرچشمه هستی یا همون خداوند هست که خودش نوعی از عدم شناخت خداست و از جهل و نادانی ما از رحمت او سرچشمه میگیره. فکرهای ما نقشه، نقش چیزیه که ما میسازیم و به تصویر میکشیم که بی جان و مرده هستش. اون فکری که از هوشیاری ما میاد جان اصلی در اون هستش. بنابراین سرمایه ما وقتی از ذهن ما میاد تقلبیه و اون چه که از جانب هوشیاری میاد اصل هست و ارزشمنده. دوزخ و جنت همه اجزای اوست، هرچه اندیشی تو او بالای اوست. هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید آن خداست. ما در ذهن خودمون به بهشت و جهنم فکر میکنیم و یه چیز ذهنی از بهشت و جهنم ساختیم، ولی در واقع ما از جنس خدا هستیم، نه از جنس بهشت و جهنمی که ذهنمون داره بهمون نشون میده. او بالاتر از همه اون چیزی هست که ما بتونیم در بارش اندیشه کنیم. هر اون چی که به اندیشه ما میرسه حتماً فانی و محدوده. برای اینکه ما فقط چیزهایی که میتونیم به اندیشه در بیاریم چیزهایی هستن که از بین رفتنیست و قدرت اندیشه ما طوری طراحی شده که نمیتونه فنا ناپذیر باشه. تنها ماهیتی که بر حیطه فکر آدمی در نمیاد خداست. اون یک چیزی ورای فکر و اندیشه و تصور ماست. عقل جزوی گاه چیره گه نگون، عقل کلی آمن از ریب المنون. میگه عقل جزی یا همون عقل ذهن ما، عقلی که از سر ما میاد نه از سر یا درون ما، بعضی موقعها پیروز، بعضی موقعها مغلوب. عقل جزئی در حالی که با ذهن کار میکنه موقع سختی ها به ندرت رو به خدا میاره و تسلیم میشه. بیشتر وقت ما غافل هستیم و متاسفانه دچار حوادث ناگوار میشیم که همون ریب المنونه. فقط عقل کلی یا همون خرد کل هستش که از ریب المنون ایمن میمونه. ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، تیر چشمیم و در آب روشنیم. ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب. آب را آبیست کو میراندش، روح را روحیست کو میخاندش. در اینجا مولانا مثال کشتی رو آورده که ما انسان‌ها هر کدوممون در یک کشتی هستیم. تصور بکنیم که هیچ دریچه و پنجره‌ای به بیرون نداره و ما از اون فضای بیرون آگاه نیستیم. طبیعتاً این کشتی‌ها به هم برخورد می‌کنن. دلیل این که به هم می‌خورن این هستش که ما در کشتی زندانی هستیم و تیره چشمیم، ولی در واقع در آب روشن که همون فضای یکتایی هستیم و این آب روشن ما رو در بر گرفته. اشاره میکنه که ای کسی که در کشتی تن به خواب فکر فرو رفتی، چشماتو بستی و خودتو به همون فکرهای خودت محدود کردی، این آبی که در حرکت هست رو میبینی؟ ببین نیروی محرکه این آب چی هستش؟ که همان هوشیاری زیرین دریا و
هوشیاری حضور هستش، به اون نگاه کن. این آبی که در حرکته، مطمئن باش که یه نیروی محرکه دیگه اینو به حرکت در آورده که یک اصلی داره، همانطور که یک روح بزرگی روح ما رو میخونه و روح ما رو در بر گرفته و به سوی خودش دعوت میکنه، که ما در یک لحظه با ناظر شدن میتونیم از جنس اون دریا بشیم و از درد و رنج و گرفتاری ها رها بشیم و به اون هوشیاری اصلی خودمون برگردیم. با تشکر از خانم واله شکرانی که به چنین زیبایی مبحث آدمی و خدا رو باز کردند و توضیح دادند، در اینجا دوست دارم که با یک مثال امروزی این دیدگاه رو به پایان برسونم. در نظر بگیرید که یک مرکز فضایی در کره زمین عده‌ای رو برای کاوش به سیاره بسیار دوری اعزام می‌دارد. فضانوردان این کاوش مجهز به بهترین وسایل هستند و مرکز فضایی برای آنها بیشترین تدارکات و هزینه را خرج کرده است. حالا در نظر بگیرید که این فضانوردان به این سیاره دور و دراز رسیدند و غرق در زیبایی آن شدند و مشغول به سیر و سیاحت و خوردن غذاهای بسیار خوشمزه‌ای که در آن سیاره هست وقتشون رو میگذرونند. آنها مأموریت خودشون رو فراموش کردند و به پیام‌های مرکزی فضایی هم توجهی نمی‌کنند. مرکز فضایی برای بیدار کردن این فضانوردان در لباس‌های فضایی آنها و سفینه آنها اختلالاتی به وجود می‌آورد که شاید این فضانوردان به خود آیند و به مأموریت خود آگاه شوند که آنها بتوانند در زمان باقی مانده مأموریت خود را انجام دهند. مرکز فضایی هیچگاه فضانوردان خود را فراموش نمی کند. حالا دوستان، در اینجا دوست دارم شما رو با یک سوال بذارم. آیا شما در این دنیا مأموریت خود را انجام می دهید؟